سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه فصل چهارم کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی رو شروع بکنیم که عنوانش هست ماتریس و دترمینان خب امروز با هم دیگه تعریف ماتریس رو میخوایم ببینیم ببینیم که ماتریس چی هستش تعریف خیلی ساده ماتریس این هستش ماتریس آرایهی مستطیلی از اعداد حقیقی هستش آرایهی مستطیلی از اعداد حقیقی خب چطوری نمایش میدیم این آرای مستطیلی از اعداد حقیقی رو یه همچین شکلی معمولا توی کروشه میذاریم اعدادمون رو و بعد اونها رو ردیف به ردیف توی اون مینویسیم مثلا ماتریس من میتونه این باشه دو منفی یک پنج سه چهار هفت از میخوام هشت گفتم هفت نوشتم نوشتم هشت خب این مثلا یه ماتریس هستش که همینطوری که میبینید دو تا سطر داره و یک و دو و سه تا هم ستون داره درسته این یه ماتریس هستش که یک آرایه مستطیلی از اعداد حقیقی هستش خب توی حالت کلی تر ما میتونیم ماتریسمون رو به یک همچین فرمی بنویسیمش فرض بکنید که در حالت کلی یه ماتریسی داریم سطر اولش از یک درایه شروع میشه مثلا a1 1 یک عدد حقیقی هستش a1 2 یک عدد حقیقی به همین ترتیب ادامه دارن اعداد حقیقی تا یه a1n بعد میایم سطر دومش داریم a2 1 a2 تا a2n و به همین ترتیب سطرای بعدی رو داریم تا آخرین سطرش مثلا هست اعداد توش a1 AM2 به همین ترتیب تا AMN خب به این شکلی که من نوشتم ماتریس رو اگر دقت بکنید به اندیس هایی که اعداد حقیقی دارن میبینید که این ماتریس M تا سطر داره M تا سطر داره و چند تا ستون داره N تا ستون داره درسته N ستون داره پس این یک ماتریسی هستش که M سطح و M ستون داره. به یک همچین چک ماتریسی میگیم ماتریس ماتریس M در N. مینامیسیم M زب در N و میخونیم M در N. پس عدد اول همیشه تعداد سطرامون هست و عدد دوم تعداد ستونهامون. مثلا این ماتریسی که این بالا داشتیم چجور ماتریسی هستش؟ یه ماتریس دو در سه هستش. درسته دو سطح داره و... سه ست تا ستون خب این پس از قضیه نمایش ماتریس حالا هر کدوم از این اعداد حقیقی که توی ماتریس هستن به بهشون گفته میشه درایه های ماتریس پس اینا هر کدوم درایه های ماتریس ما هستن مثلا این منفی یک اینجا یه درایه است این چهار یه درایه دیگه توی ماتریسمون هستش و معمولا جوری که درایه هامون رو نشون میدیم درایه های ماتریسمون رو به صورت آ با اندیس آی و جی نشون میدیم. حالا آ یا حرف دیگه ای مثلا بی سی یا هر حرف دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم. آی آی و جی که آی سطر ما هستش پس آی آی و جی یعنی چی؟ یعنی ای که توی سطر آیوم هستش سطر آی و ستون جیوم. پس یه درایه رو وقتی می نویسیم توی اندیسش اولین عدد سطر رو نشون میده و دومین عدد ستون رو همینطوری که اینجا می بینید مثلا من اینجا دارم آ یک و یک یعنی درایه که توی سطر اول و ستون اول هستش آی ام و دو مثلا یعنی درایه که توی سطر ام و ستون دوم هستش مثلا این هشت که اینجا هستش درایه چندم منه آی سطر دوم ستون سوم میشه آ دو سه درسته آی 23 نباید بخونیم اینو آی 2 3 یا مثلا این منفی 1 که اینجا داریم این آیه چند هستش آی 1 2 هستش درسته سطر اول و ستون دوم بسیار خوب خب حالا اولین چیزی که طبیعتا شما باید بپرسید اینه که خب ماتریس ها اصلا به چه دردی میخورن ما بیایم یه سری عدد رو به شکل آرایه مستطیلی بنویسیم فایدهش چی هستش یا کجا اصلا کاربرد دارن این ماتریس ها خب جواب اینه که ماتریس ها کاربرد های خیلی خیلی زیادی توی فیزیک و ریاضیات دارن توی بخش های مختلفی از فیزیک ما از نمایش ماتریسی برای ساده کردن معادلاتمون استفاده میکنیم و همینطور توی جاهای مختلفی از ریاضیات مثل هندسه تحلیلی و جبر خطی استفاده میکنیم از ماتریس ها که حالا کم کم که درسمون پیش بره مثال های خیلی جالبی از استفاده و کاربردهای ماتریس رو خواهید دید که حتما براتون جالب خواهد بود اما در همین ابتدا اگر من بخوام یه مثال ساده بزنم از کاربرد ماتریس ها میتونم کاربرد اونا رو برای نمایش گراف بهتون بگم پس کاربرد ماتریس در نمایش گراف که گراف ها رو حتما توی درس ریاضیات و گسستتون باهاشون آشنا شدید خب بیاید یه گراف ساده اینجا با هم دیگه در نظر بگیریم که چهار تا رست داره گرافمون اسماشون هم میذاریم A و B و C و D و گرافمون یه همچین شکلی داره آب به B و C وصل هستش ببخشید این یکی دی هستش A ب C دی آ به بی و سی وست هستش B به آ وس هست و D و C هم به آ وصل هست و دی خیلی ساده یه همچین گرافی رو بیاید در نظر بگیریم و خب شما دیدید روش های مختلفی برای نمایش گراف یا نمودگذاری اون وجود داره و یکی از روش ها استفاده از ماتریس هستش چطور ما میتونیم از ماتریس استفاده بکنیم فرض کنید که من میام یه ماتریسی در نظر میگیرم اینجا فعلا بکشیم ماتریسمون رو تا بعد بیایم داخلش رو پر بکنیم و فرض میکنم که چهار ستون و چهار سطر داره که هر کدوم از سوتون هایی یکی از این رأس های ما، گراف ما رو نشون میده یعنی A و B و C و D ستون ها هم مجددن A و B و هستن خب حالا من میام توی ب... به ازای هر درایه توی ماتریسم دو تا رأس متناظرش رو نگاه میکنم روی گراف و اگر اون دو تا رأس به هم وصل بودن اون درایه رو یک میذارم اگر به هم وصل نبودن درایه رو صفر میذارم خب بیاید شروع بکنیم درایه یک یک میشه رأس آ و رأس آ آب به آ وصله نه پس اینجا میذاریم صفر خب بعدی آ و بی آیا آب به بی وصله بله پس اینجا میذاریم یک بعدی میشه آ و سی آ آیا به سی وصله بله یک میذاریم اینجا آ و دی میشه درایه یک و چار آ آیا به دی وصله نه پس اینجا رو صف میذاریم خب بیایم سراغ درایه دو و یک بی آیا به آ وصله بله یک میذاریم بی آیا به خودش وصله نه صفر میذاریم بی به سی چطور نه بی هم به سی وصل نیست بی به دی چطور بله این همون سطر سوم میشه چی سی به آ وصله سی به بی وصل نیست سی به سی وصل نیست سی به دی وصله و نهایتا سطر چهارممون میشه چی دی به آ وصل نیست دی به بی وصل هستش دی به سی وصل هستش و دی به خودش وصل نیست ببخشید من این خورده نامرتب نوشتم گرافم رو باید این گروشه ها رو اینجا بزرگتر بکنم ولی فکر کنم مفهوم رو تونستم برسونم خب این یه کاربرد ماتریس بود مثلا برای نمایش یه گراف پس اگر ما یه گراف خیلی بزرگی داشته باشیم به جای اینکه بیایم یه شکل خیلی پیچیده بکشیم که راحت نیست روش همه اتصالات و مسیرها رو دیدن میتونیم خیلی راحت با یه گرافیک درا... با یه ماتریسی که درایهاش هاش صفر و یک هستن اون گرافمون رو نمایش بدیم خب البته کاربردهای ماتریس خیلی خیلی از این وسیع‌تر و جالب‌تر هستن من اینجا خواستم فقط یه مثال خیلی ساده براتون بزنم که یکی از کار رو ببینیم. خب حالا بیاد با هم دیگه چند تا تعریف در مورد ماتریس ها رو ببینیم. اولین تعریفی که باید یاد بگیریم تعریف چیزی به اسم ماتریس مربعی هستش. اگر یک برای یک ماتریسی ما داشته باشیم M مساوی با N M مساوی با N اون وقت به اون ماتریس یعنی تعداد سطرها و ستونهای ماتریسمون یکی باشه بهش میگیم ماتریس مربعی ماتریس مربعی از مرتبه n از مرتبه n به عنوان مثال این ماتریسی که ما اینجا گرافمون رو باهاش نمایش دادیم اگر نگاه بکنید هم تعداد سطحاش و هم تعداد ستوناش چهاره پس این ماتریس چی هستش مربعی از مرتبه چند درست از مرتبه چهار هستش ماتریس یه گراف ها. که حالا اگر بخواد بیا خور کلی تر فکر بکنید میبینید که هر گراف ساده ای اگر بخوایم با این ماتریس نشونش بدیم ماتریس باید مربعی باشه و تعداد مرتبه و ماتریس مربعی برابر با تعداد رأس های اون گراف باید باشه خب حالا خیلی نمیخوایم وارد جزئیات بیشتر بشیم در مورد نمایش ماتریس گراف ها. خب دیگه چی باید یاد بگیریم در مورد ماتریس ها باید دقت بکنیم که همونطور که گفتیم درایه ها رو با آی آی جی نشون میدیم و در حالت کلی تر کل ماتریس رو یکی از نمایشاش که یه نمایش خیلی خلاصه برای یه ماتریس هست به این فرم میتونیم نمایش بدیم می توی یه کروشه کوچیک می نویسیم آی آی و جی و بعد مرتبه ماتریس از میخوام ابعاد ماتریسمون رو که M در N هست این پایین می نویسیم پس A I M در N میتونه کل یه ماتریس رو نمایش بده یعنی ما به جای اینکه یک همچین نمایشی که کل A I ها باشه رو بنویسیم میتونیم خیلی ساده بنویسیم A I M در N این یعنی یک ماتریس M در N که درایه هاش رو با آی I نشون میدیم خب یه مثال ببینیم مثلا از این نمایش به عنوان مثال ممکنه به ما بگن که آه ماتریس آ آی جی آی و, جی آی و جی که سه در سه هستش یعنی یه ماتریس مربعی از مرتبه سه هست و در نظر بگیرید که برای اون داریم آ جی آی و, جی آی و جی مساوی هستش با خب دو تا ضابطه داریم برای آه آی آیو جی مساوی هستش با J منهای آی اگر آی کوچیکتر از جی باشد و مساوی هستش با J به علاوه آی اگر آی بزرگتر یا مساوی با جی باشد خب این یه جور نمایش ماتریسه اینجا به ما میگه ماتریسمون 3 در 3 هستش آی آی جی که آی آی جی از این رابطه به دست میاد خب بیایید ماتریس رو بنویسیمش ببینیم ماتریسمون چی هستش پس ماتریس 3 در 3 هستش 3 سطر و 3 ستون داره بیاد شروع بکنیم آی یک و یک 1 و یک یعنی این درایه اول سطر اول آی یک هستش و جی هم 1 هستش آی مساوی با J پس از این ضابطه به دست میاد خواهیم داشت J به علاوه آی میشود دو خب این یکی درایه براش آی مساوی دو و J مساوی یک هستش پس مجددن از کدوم رابطه بعد به دستش بیاریم؟ از میخوام برای درایه و سطر اول آی مساوی دو و جی مساوی, مساوی یک هستش چون آدو یک رو اینجا داریم آدو یک پس آ آی از جی آدو میخوام آی یک و دو رو داریم اینجا من دو دور یه اشتباه و تکرار کردم خودم واقعا معذرت میخوام درایه دوم سطر اول آی یک و دو رو داریم نه آ دو و یک پس آی مساوی با یک و جی مساوی با دو هستش از این ضابطه باید به دست بیاریم میشه دو منهای یک مساوی با یک پس اینجا یک رو داریم خب درایه سوم سطر اول چی هستش آ یک سه سطر اول ستون سوم پس باز از این ضابطه استفاده میکنیم خواهیم داشت سه منهای یک مساوی با خب بریم سراغ سطر دوم این درای چی هستش آ دو یک درسته آ دو یک دو از یک بزرگتره پس از ضابطه دوم به دست میاد درایمون خواهیم داشت دو به علاوه یک مساوی با سه درسته خب اینجا چی داریم آ دو دو درسته آ دو و دو دو با دو مساویه پس آ دو مو مساوی با دو به علاوه دو مساوی با چهار هستش این درایه چی هستش؟ درای اینجامون آه دو سه هستش چون دو از سه کچیکتره این درایه برابر با چی میشه؟ سه منهای دو مساوی با یک پس اینجا یک رو داریم بریم سراغ سطر سوم اولین درایش چی هستش؟ آ سه یک سه از یک بزرگتره پس برابر با سه به یک مساوی با چهار میشه درایه دوم آ سه دو هستش آ سه دو سطر سه ستون دوم. پس از چی به دست میاد؟ سه چون سه از دو بزرگتره سه به علاوه دو میشه پنج و نهایتا این درایه که آ سه سه هستش آ سه, سه هستش آم. از چه زاویه به دست میاد؟ چون سه با سه مساویه خواهیم داشت سه به علاوه سه مساوی با شیش خب پس این ماتریس ما هستش آی سه در سه که از دو ضابطه درایاش به دست میاد اگر آی کوچکتر از جی بود برابر با آی جی منهای های آی و اگر آی بزرگتر مساوی جی بود برابر با جی به آی بود ماتریسمون یک همچین چیزی هستش سطر اول دو یک دو سطر دوم سه چار یک و سطر سوم چار پنج شیش